سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. با من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو همراه باشید با یک گفتگوی ویژه اقتصادی درباره وضعیت یارانه‌ها در بودجه 94 و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. در ادامه طبق روال بهنام امینی خبرنگارمون در ترکیه با من و شما خواهد بود با مرور آخرین تحولات این کشور. با ما همراه باشید. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید حذف یارانه بیگیران ثروتمند آغاز شده و در اولین مرحله ایرانیان خارج از کشور از فهرست یارانه بیگیران حذف شدند. این در حالی است که دولت حسن روحانی با کاهش شدید درآمد نفت روبروست و ناگزیر است تا تکلیف تعداد یارانه بیگیران را مشخص کند. موافقان و مخالفان اصلاح طرح یارانه ها متفق القولند که روش کنونی پرداخت یارانه ها عادلانه نیست. با این حال تا کنون راه حلی قابل اجرا از سوی دولت ارائه نشده است. چرا؟ و دولت برای کسری بودجه چه گزینه هایی را پیش رو دارد؟ این سوالات را با مهمانم دکتر جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان میگذارم. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. با درود بر شما و با سپاس از این که منو به برنامه خودتون پذیرفتین. آقای دکتر، کلیات بودجه سال 94 روز یکشنبه 26 بهمن ماه به تصویب رسید. مخالفان افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی رو یکی از ضعف‌های این لایحه مطرح کردند و معتقدند دولت به جای تولید به توزیع منابع می‌پردازد. چقدر با استدلال آنها موافقید؟ آیا دولت گزینه دیگری هم داشت؟ بله، البته این اشاره آقایون به بودجه آقای حسن روحانی نادرست نیست، اما این مشکل جدیدی نیست در بودجه بندی دوران جمهوری اسلامی. اصلا اگر به خاطر داشته باشید، یکی از دلایلی که انقلابیون در صدر انقلاب مطرح کردند آن بود که اقتصاد ما گویا اقتصاد تولیدی نبود و آقایان برای آن می آمدن که اقتصاد رو تولیدی بکنن. می بینید که هنوز بعد از 30 چند سال همون انتقادها در اون زمان صورت می گیره. اما آنچه که نگران کننده است این است که مشکل این اقتصاد فراتر از یک اقتصاد گویا تولیدی یا توزیعی صورت می گیره و آن این است که حتی دست آقای روحانی برای توزیع کردن درآمدهای نفتی دیگه مثل گذشته وجود نداره. با کاهش شگفت بهای نفت و اینکه دورنمایی وجود نداره و اینکه قیمت نفت دوباره به بالا بازگردد، این امکان هم حتی از دولت آقای حسن روحانی گرفته میشه. البته ما دیدیم که سیاست‌های توزیعی آقای احمدی نژاد هم بیشتر به نفع چه کسانی بود و چه فجایعی به بار داشت که حتی من روز مورد اشاره خود دولت آقای حسن روحانی هم هست. ولی این اشاره رو میخوام پس به یک کلام بگویم که این اشاره نادرست نیست، ولی این در تمام دوران جمهوری اسلامی وجود داشته. و دو، اینکه این چرا که بهش انتقاد میکنن به عنوان اقتصاد توزیعی، این امکانم دولت آقای روحانی با کاهش بهای نفت نخواهد داشت که این کار انجام بده. بسیار وضعیت اقتصادی ایران نگران کننده است و خود آقایون هم نگران هستند. اجازه اگر میدید، میدونم پاسخم کمی بلند شد، ولی یک نکته دیگه هم لازم است که عرض بکنم برای اینکه مربوط به همین پرسش و پاسخ است و آن اینکه سال مدتی پیش، شاید از یک سال شاید بشود، حالا تاریخش دقیق یادم نیست، مقام معظم رهبری یک صحبتی کردند و فرمودن که اقتصاد مقاومتی. همان زمان اظهار نگرانی فوق العاده زیادی کردم و گفتم این اقتصاد مقاومتی معنی دارد و معنی اینا این است که دست کم جناحی در درون نظام جمهوری اسلامی و از جمله خود آقای آیت الله خامنه ای می دانند که قرار نیست بر سر مسئله پرونده هسته‌ای به یک توافقی برسند. پس مشکل تحریم ها ادامه خواهد داشت، پس مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت و از این بابت است که مردم رو به مقاومت و حماسه آفرینی دعوت میکردن.
بعدم دیدید که آقای جنتی فرمودن چه لزومی دارد ما در روز سه بار غذا بخوریم، به یک بار غذا میشه اکتفا کرد. و باز هم همین صحبت هاست که میکنن. ما باید بتونیم، صحبت های آخر آقای خامنه ای بود که ما باید بتونیم با تمهیداتی خودمون رو آماده بکنیم که اگر استکبار خواست دوباره ما رو تحریم کنه بتونیم کار خودمون ادامه بدیم. این حرف ها رو یعنی چه و مردم چه باید بفهمن؟ مردم باید بدانن که وضعیت اقتصادی بد است و بدتر از این هم خواهد شد و سردمداران نظام در پی توافق با جامعه جهانی و کاستن از مشکلات اقتصادی نیستن. به روشنی معنی این حرفا همین است که خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر، به بحث صحبت‌های رهبری و اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت، اما به نظر شما نقاط قوت و نقاط ضعف بودجه 94 چی است؟ ببینید، شاید مهمترین مسئله که به عنوان نقطه مثبت در بودجه آقای روحانی بتوان بدان اشاره کرد، اما در مقام مقایسه با آنچه که آقای احمدی نژاد انجام می‌دادند، دقت بسیار بیشتری به هزینه ها و مدیریت این هزینه هاست که باید دید منتها چقدر این کار میتونه به درستی صورت بگیره. چرا این امر مهم است؟ و امیدوارم واقعا با بهترین تیم اقتصادی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی آقای روحانی در اختیار دارند بتوانند از عهده این مهم بر بیان. البته کارنامه این دولت در زمینه اقتصادی تا به امروز به اندازه‌ای که امید می‌رفت در زمان تشکیلش نبوده است و با اون بسیار فاصله داره. نکته مثبت همین توجه به هزینه هاست، پایین آوردنش. چون اگر این کارا نکنن، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و تولیدی خوب نیست و نمیتونن از روی این هزینه ها بر بیان، کماکان از هزینه های عمرانی خواهند کاست که خب این ضرر اوله، یا اینکه بانک مرکزی و بعدش نظام بانکی رو واخواهند داشت به دادن وام های بی پشتوانه و چاپ اسکناس، که هر دو اینها تورمزاست و باز هم به شدت توان اقتصادی کشور رو میشکنند. آنچه که میتوان به عنوان نکته مثبت این بودجه در نظر گرفت، توجه به این موضوع است. حالا که چقدر از اوتش بند یا چقدر این رعایت بکنن بحث دیگری است. آقای دکتر، یکی از بحث‌هایی که درباره لایحه بودجه سال 94 مطرح است، بحث پرداخت یارانه هاست. کمیسیون تلفیق دولت را موظف کرده که یارانه نقدی را تنها به افرادی پرداخت کند که درآمد ماهانه شون کمتر از 2.5 میلیون تومان باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرحه، از جمله که روشن نکردن منظور خانواده‌های چند نفره هستند و از همه مهمتر این که دولت به جز کارمندان خودش چه راهی داره که درآمد بقیه را حدس بزنه. به نظر میرسه دولت تاکنون نتوانسته راه حل قابل اجرا در این زمینه ارائه دهد. موانع دولت در این زمینه چیست؟ نه ببینید خانم، مسئله نیست که این دولت به این قادر نیست. آخه یک حرفی رو میزنن که شدنی نیست، چه این دولت چه هر دولت دیگری، شدنی نیست یک همچین حرفایی. ببینید امروز اجازه میخوام که یک مقداری در این مورد روشنتر صحبت بکنم. واقعا بحث بر مبنای این نیست که من گفتم، چه گفت، چه کسی چنان گفت. خب اینا بحث علمیست، ولی بزرگترین تفاوت اپوزیسیون با جمهوری اسلامی در آن است که آنچه را که اپوزیسیون 2-3 سال زودتر میگوید، نظام جمهوری اسلامی با پرداخت هزینه های بسیار زیاد و وارد آوردن زیان های بسیار زیاد به مردم و این کشور، باز به همون نتیجه ها میرسه. از روز اول به شهادت تمام رسانه ها و رسانه های خودتون که افتخار حضور داشتم، بدین مسئله اشاره کردیم که آقا این یارانه های شدنی نیست و روز به روز وضع مردم از این یارانه ها بیشتر می شود. و حتی اشاره کردم این اصطلاح یادم هست که از این با صبح خمار از خواب بیدار می شن. که اول خوشحالن که گویا یک پولی به دستشون رسیده و آقای احمدی نژاد چقدر خوب است که این پول دادن، ولی این پول رو به این شکل در اقتصاد دادن نتیجه جز گسترش فقر نخواهد داشت. اینم گسترش فقر. ببینید خانم، این که میگم این دولت، مسئله این دولت نیست، این پرداخت هزینه ها به شکل گذشته در شرایط ورشکستگی اقتصاد ما ممکن نیست. این که ما باید به خانواده هایی بدهیم که واقعا مستمندن
باید توزیع عادلانه یارانه ها باشد یعنی چی؟ معنیش یعنی چی؟ یعنی پول نداریم بدهیم، دنبال یک بهانه محکم پسند بگردید که بتونیم پول کمتر بدیم به مردم. حالا بدونید حتما یک تبلیغ و یک کارزاری در کشور راه خواهند انداخت که آی پولدارا اومدن، چقدر پولدارا بدن و چقدر مستکبرین بدن، نمیذارن ما پول به فقرا بدیم، که بدین ترتیب باز دوباره سر مردم رو گرم بکنن. آقا این مسئله یارانه ها به این شکل خودش، مردم عزیز، خانم گرامی، هیچ در رفت و هیچ راه حلی ندارد. مادامی که این اقتصاد بسته است، مادامی که در این کشور رانتخاری وجود دارد، راه حلی برای یارانه ها نمیتوانند یافت. همین دو روز پیش بود گزارش بسیار متین و بسیار مورد رجوع هریتیج فاندیشن که یک سازمان غیر دولتی است، گزارش میدهد هر سال که مردم بسیار منتظر این گزارش هستند، دست‌اندرکاران اقتصادی، سرمایه گذاران، کارآفرینان، این گزارش در مورد آزادی اقتصادی در کشورهای مختلفه. رتبه کشور من و شما خانم 171 است در این رابطه. خب آخه شما وقتی که کشوری با این سابقه ای که داشته، با این توانی که داره به لحاظ اقتصادی 171، شما چطور میخواد مشکل یارانه ها را حل بکنید؟ آخه چطور ممکنه وقتی که شما مثلا به من فکر بکنید، دست و پای منو بستید و میگید با چه سیاستی فوتبال بازی کنیم، با چه تاکتیکی فوتبال بازی کنیم که از حریف برنده شیم؟ شدنی نیست با این شرایط. وقتی دست من دستکش بوکس کردید و میخواد من واسه تون تار و گیتار بزنم، شدنی نیست. آخه دنبال سیاست گشتن ندارد. این با این گزارشی که هریتیج فاندیشن داد نشان میدهد، و این سال اول نیست. حالا ما گفتیم، یعنی ما که نه، خیلی امیدوار بودن که بعد از آقای احمدی نژاد این بس درست بشه، نشده است و شدنی نیست، چون اقتصاد دست آقای حتی روحانی نیست که اگر حسن نیت داشته باشند، اگر داشته باشند، بتوانند وضع را عوض کنند. قدرت در دست اونا نیست. این مادامی که اقتصاد ما رانتخاری است خانم، وضع مردم روز به روز بدتر از گذشته می شود و ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر از گذشته می شود. دنبال راه حل برای یارانه نگردید، دنبال راه حل برای به کردن نظام بگردید که وضع کشور رو به این روز رسانده است. آقای دکتر، به نظر میرسه که آقای روحانی گزینه دیگری جز حذف یارانه بگیران ثروتمند نداره. به هر حال اعلام طرح یارانه ها از زمان آقای احمدی نژاد شروع شده و دولت روحانی مجبور هست که این طرح رو ادامه بده. به نظر شما آیا دولت گزینه دیگری پیش رو داره؟ نه، چاره ندارد. دولت پول ندارد و دنبال بهانه میگردد که یارانه نده. عرض کردم یک بار شروع میکنن. ببینید وقتی که زمانی که در آذر ماه 1389 اگر اشتباه نکنم آقای احمدی نژاد آغاز به بحث یارانه ها کرد، حتی پیش از آن که در تلویزیون اعلام بکنن که قرار است همچین کاری صورت بگیرد، صحبت بر این بود که این طرح یارانه ها به طور عادلانه بین تمام مردم کشور تقسیم خواهد شد. همون موقع هم گفتیم شدنی نیست. خیلی خوب، حالا ما رابط جزء استکبار و صهیونیسم. بعد دیدن نیست، نمیشود. وقتی دیدن نمیشود که نمیگن که ما اشتباه کردیم، بلد نیستیم، اقتصاد کار ما نیست، نمیتوانستیم این کار را انجام بدیم. آقای احمدی نژاد بارها گفته بودند که من افتخار میکنم از اقتصاد اطلاعی ندارم و همون موقع طرح برای جامعه جهانی داشتن. خب وقتی پس یک طرح رو انجام میدن و بعد این طرح رو، یک مورد دیگه هم اشاره کنم، این هم یادم هست، کسانی که در این مورد یک اعتراضی کردند، این بعد از همون جنبش سبز خرداد بود، جنبش رأی من کو، اسم فتنه گذاشتن. در فرهنگ اسلامی فتنه برای امت اسلامی جنایت بزرگیه. چه کسی که فتنه‌گر باشه بنابر مواضع شرعی دشمن است و با او هر جور مبارزه میشه انجام داد. میفرمایید ربطش به یارانه ها چیه؟ کسانی که اون موقع مخالفت با طرح یارانه ها کردند، حالا چه دستمزد بگیران
چه به لحاظی که به لحاظ نظری این مخالفت رو کردن، گفتن بعد از فتنه سیاسی در کشور فتنه اقتصادی رو شروع کردن. یعنی تا این حد با انتقادگران و منتقدین این طرح مخالفت کرد. اما خب معلومه این با واقعیات سرسخت کاری نمیشه کرد و این طرح به شکست خورد. حالا شکست خورد یعنی پول ندارن بدن. خب یه بار میگن چطوری پول نداریم، بگن نمیتونن که بگن پول نداریم. خب مردم میپرسن آقا بعد از 33 سال و این همه ادعا که ما نان و برق شما رو که مجانی میکنیم هیچ به بهشتتون هم میبریم، مردم از این بهشت سالی 200,000 نفر فرار میکنن، مهاجرت میکنن، از این بهشت میرن بیرون و آب و برقشون که مجانی نشده هیچ گرانتر شده و حقوق هم اگر کار داشته باشن نمیگیرن، چه برسه به حساب بیکارا. آقای دکتر، با توجه به کاهش قیمت نفت و تاثیرش در اقتصاد متکی به نفت ایران، حالا مسئله کاهش سرمایه گذاری در پروژه نفتی مطرح شده. آقای زنگنه اخیراً اعلام کرده که وضعیت صنعت نفت اسفناک است. این گفته وزیر به چه معناست و چه دورنمایی رو برای وضعیت صنعت نفت ایران ترسیم میکند؟ خانم یک جمله مونده از پاسخ پیشین بدید تمام کنم و بعد بدین میپردازم. خب دولت که پول نداره، اتفاقا این پرسش کنونی شما به همون ربط داره. صنعت نفت که ستون فقرات اقتصاد ماست با این شرایط روبرو شده که خود آقای زنگنه بهش اشاره میکنن. آقای زنگنه درست میگوین، ولی ایشون از جمله کسانی بودن که گفتن وقتی ما بیایم این مشکلات رو حل میکنیم. معلوم بود که نمیتونن حل کنن، اما امروز میگن. خب ببینید صنعت نفت که ممر درآمد این دولت بوده، برمیگردم به پرسش اولتون که اقتصاد تولیدی نیست، اقتصاد توزیعیه. اقتصاد توزیعی یعنی چی؟ یعنی یه پولی در دست دولت به مردم توزیع میکنه، میگه حالا این پول تولید نیست، پول دستتونه، حرف نزنید. عرض کردم نفت وضعش خرابه، درآمد نفت هم ندارن که به مردم توزیع کنن. این همه پرسشی که الان میکنه. آقای زنگنه گفتن صنعت نفت وضعش خرابه، پس توزیع هم نمیتونه این دولت بکنه. آخه از چه درآمدی توزیع بکنه؟ تولید که ندارن به قول خود آقایی. صنعت نفت هم که ورشکسته است در شرایط سختی به قول وزیر. خب پس از کجا پول دارن که توزیع کنن؟ همین حالا جمع میزنم در مورد مسئله یارانه ها. این است که دیگه پول ندارن که حتی به عنوان یارانه بدن. یکی که باید بهانه پیدا کنن. شروع میکنن به اسم این که مستکبری نباید بگیرن، مرفهی نباید بگیرن. بعد شروع میکنن به یکی که مردم نمیگیرن. ولی هممیهنان عزیز، روی یارانه ها حساب نکنید. دولت پول نخواهد داشت این پول به شما بدن. فکر چاره کنید. رهبر جمهوری اسلامی اخیراً خواستار قطع اتکای ایران به درآمدهای نفتی شدند و گفتند که درآمد مالیاتی باید جایگزین آن شود. با توجه به تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران، این خواست رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه عملی است؟ هرگز عملی نیست خانم. این آقای خامنه‌ای این حرفا دیگه میدونید یک زمانی احتیاج به تحلیل و تفسیر داشت، امروز ملال‌آور شده است. این دیگه بحث اقتصادی نیست، دیگه بحث اندیشمندانه نیست. مگر غیر از این است که این انقلاب با این شعار آمد که اقتصاد ما نفتی است و ما باید اینو عوضش کنیم؟ پس این 33 سال چه میکردید؟ مگر غیر از این است که آقای خامنه‌ای بر جای آقای خمینی امام راحل نشسته است؟ و مگر نه اینکه امام راحل در مورد اقتصاد نفتی این همه شعار داد و این همه حرف زدن و اینقدر مردم رو شورانیدن؟ پس این 33 سال چه میکردن که حالا میخوان از دست از اقتصاد نفتی بردارن؟ نه، اون حرفی رو که از صحبتهای مقام معظم رهبری باید به یاد داشت این است که میفرمایند ما باید برای اقتصاد مقاومتی آماده بشیم. یعنی چه اقتصاد مقاومتی؟ اینو هم میهنان عزیز باید بدونن. یعنی باید با نداشتن بسازن مردم، و این افقی است که معرفی میکنه. یا نه این اقتصاد همین که آقای خامنه‌ای میفرمایند که ما باید به اقتصاد بدون نفت اکتفا بکنیم، یاد بگیریم. پس معلومه تا به امروز به نفت وابسته 33 سال بعدش. خیلی خوب، حالا بهای این نفت هم که پایین اومده، صنعت هم که در هم شکسته است، به علت تحریم ها سرمایه گذاری نمیتونه صورت بگیره، اینو خود آقای وزیر میگه. پس این وضعیت اقتصاد ما الان در این شرایط. نه، این حرفا بیشتر شعار است. حالا اگر در آغاز انقلاب این
شعارها رو میشد مورد داوری، نقد و گفتگو کشانید. اینها واقعا ملال‌آوره. باید نگاه کرد برای بار چند هزارم است که این شعارها رو تکرار میکنن بعد از 33 سال. آقای احمد خرم وزیر راه دولت دوم محمد خاتمی اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفته بین 70 تا 80 درصد پروژه‌های بزرگ ایران در دست دستگاه‌های حاکمیتی است و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و وابسته به نیروهای نظامی را ندارد. این دستگاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی از پرداخت مالیات هم معاف هستند. با این حساب اقتصاد ایران چقدر پتانسیل رقابتی شدن و رشدی مثبت دارد؟ بله ببینید، خب آخه این تمام صحبت‌هایی است که بارها شنیده اید از این کمترین در این مورد. اقتصاد ما باید اقتصاد بازار بنیاد باشد و نیست. این گزارش هریتیج فاندیشن که خدمتتون عرض کردم در همین مورد است. چرا مقام 171 رو پیدا کردیم؟ این گزارش در مورد آزادی‌های اقتصادی است. یعنی اگر مثلا یک ایرانی بخواهد کارآفرینی کند، تولید و بالا ببره در این کشور، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ در کشوری که صنعت برق و بخش خصوصی به این کشور آورد، در کشوری که تلویزیون و بخش خصوصی به این کشور آورد، در کشوری که نرم افزارها از نخستین نرم افزارها در مونگاها و شرکتها رو بخش خصوصی در این کشور آورد. امروز گزارش هریتیج فاندیشن میگوید مقام 171 رو داریم، یعنی ما از کویت خانم عقب‌تریم بر معنای این گزارش، از قطر عقب‌تریم، با دو کشور همتراز در منطقه ترکیه و مصر از اینها عقب‌تریم. تولید نفت ما دورنمای بسیار بدتری دارد از تولید نفت در عراق با این جنگی که کردن و در این جنگی که در اون کشور ادامه داره در اینجا. خیلی خوب، این میگویند در دست. آخه بازم این حرفم ببینید، این حرفم باید درست فهمید اون چیزی که آقای خرم میگویند. میگویند اقتصاد عمدتاً در دست بخش خصوصی نیست، در بخش در دست بنگاه‌های دولتی و نیمه دولتیه. خیلی خوب، اینم آخه باید فهمید. ببینید یه وقتی از در یک اقتصادی ممکنه که یه بخش دولتی یه وزنه‌ای داشته باشه، حالا بگن اون وزنه سنگینه، اما این راه رو برای رقابت بر کسی دیگه نمیبنده، حالا یه پشتوانه دولتی داره. امروز این بنگاه‌ها چه کسانی هستن؟ سپاه پاسداران هستن، چرا اسمشو نمیگن؟ بنیادها هستن، چرا اسمشو نمیگن؟ این آستان قدس رضوی در شرق کشور چه میکند؟ این بزرگترین امتیازهای راه و ترابری و نفت و گاز به غیر از این است که در دست سپاه پاسدارانه؟ دنبال کی میگردن؟ همچین صحبت میکنن بعضی وقتا از رشته خاری و رانت خاری در کشور که گویا اینها از کره مریخ اومدن، از ما بهترونن، از چه کسانی هستن؟ این کسانی هستن که امروز دارن سپاه پاسداران رو دارن اداره میکنن. همچین وضعیتی در کشور وجود داره. در نتیجه نه، از اینها گریزی نیست. ببینید اقتصاد ما تا در دست اینهاست. اینو باز عرض میکنم، خیلی راحت اگر روی شبکه اینترنتی شهروندان برن و ببینن. ببینید این گزارش چه میگوید در مورد وضعیت در ایران، در مورد رشوه گرفتن، در مورد امتیازات، در مورد تمام اینها. این است که این مشکل خاصی به ویژه وجود نخواهد داشت، برای اینکه این حتی میخوام بگم مشکل خاصی وجود نخواهد داشت در این مورد، بدین دلیل که این نهاد یک نهاد رانتخار است. ببینید رانتخاری، رشوه خاری فرع نیست بر اصل پاک این نظام، چون این نیست. این نظام بر مبنای گزینش و استثوابه. همچنان که تمام شهروندان ایرانی نمیتوانند وزیر بشن، کاندیدای ریاست جمهوری بشن، تمام شهروندان ایرانی نمیتوانند کارآفرین بشن و امتیازات اقتصادی رو کوشا باشن، تولید بکنن در این زمینه. اینو نمیشه بهش گفت این فساد صورت گرفته. آخه ببینید یه وقت در فرانسه شما مثلا یک اقتصاد مبنایی داره، کسی رشوه میده میگن آقا فساد صورت گرفته. در کشور ما مقام معظم رهبری میگویند که امتیازات کشور در دست سپاه پاسداران باید باشه. خب این دیگه فساد نیست، این اصل این نظام است.
پس ببینید، برای اینکه بخواد تغییر بکنه این پایه ها باید تغییر بکنه. شما بعضی وقتا در آمریکاش هم صورت گرفته، برای انتخاب ریاست جمهوری تقلب میکنن مثلا. آقای دکتر، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس ایران اخیراً گفته مشکلات اقتصادی ایران لزوماً مربوط به تحریم‌ها نیست، بلکه یک بیماری است و مدعی شده اقتصاد مقاومتی پاسخگوی این مشکلاته. بیماری اقتصاد ایران ساختاری است یا واقعاً ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است؟ بله خانم، من در شگفتم از این پرسش شما. خدمت خود شما، ما بارها در این مورد پرسش و پاسخ داشتیم. مسلمه که تحریم ها ثانوی است در این مورد. شما وقتی نگاه بکنید در آغاز انقلاب، وقتی که 51 و به روایتی 53 مصادره کردند و هیچ کدوم از اون بنگاه‌های تولیدی به تولید بیش از انقلاب خودش برنگشت، کجا بود تا تحریم شروع بشود؟ وقتی امتیازهای بزرگ نفتی و گازی رو به سپاه پاسداران دادن، کجا تحریم ها شروع شده بود در این مورد؟ وقتی که سپاه پاسداران به فرودگاه امام خمینی اومدن و گویا کودتا شده و صحن فرودگاه با توپ و تانک گرفتن، کجا تحریم شروع شده بود؟ این که در زمان آقای خاتمی بود. کجا تحریم ها شروع شده بود؟ تحریم ها شاید اقتصاد ورشکسته ما رو مشکل تر کرده وضعش رو، اما با تحریم های مشکلات شروع نشد. کافی به تاریخ جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد نگاه کنید، مثال ها رو فراوون خدمتون میتونم من بزنم. از زمان آقای رفسنجانی این امتیاز ها خارج از اقتصاد بازار بنیاد به بسیاری داده شد. این 71 اسکله نامرئی در کشور چه ربطی به تحریم داره خانم؟ این فرودگاه نامرئی در کرج چه ربطی به تحریم داره؟ این قرارداد 1,300,000,000 تومانی رو که دادن به سپاه پاسداران برای کشیدن خط لوله گاز اصلویه که هنوز هم انجام نشده، این چه ربطی به تحریم داره؟ حالا اینا رو گفتم که پس بدونید به تحریم ربط نداره. ولی یه نکته دیگر رو عرض بکنم آقا، اگر کشوری به تحریم کشانده شود، خب این مقصر دولت مردان اونجا. شما دولت دارید، وزارت امور خارجه دارید، برای اینکه کشورتون بهترین رابطه رو در جامعه جهانی داشته باشد، اونم در عصر جهانی شدن. حالا از اون بر تحریم ها شده است، این تقصیر اولتون. تازه میگید به من چه، تحریم ها وضع اقتصاد رو خراب کرده. اولا که دروغه، وضعیت اقتصادی ما مثالاشو زیاد زدم، باز هم میتونم بزنم، قبل از تحریم ها خراب بود. اما گویا این تحریم ها، خب مقصر شماید اگر کشور تحریم شده است. آقا من به نظام پیش از انقلاب و استبدادش انتقادهای تندی دارم. از اون زمان ما مبارزه سیاسی رو با مخالفت با استبداد پیش از انقلاب آغاز کردیم، ولی کدام کشور بود که با ایران روابط دیپلماتیک نداشت؟ کدام کشور بود که ویزای ایران رو نمیپذیرفت؟ کدام کشور بود که وقتی میگفتن ما میخوایم صنعت نفت بزنیم، سب نمیبستن برای سرمایه گذاری و فروش پناوری های نفتی به ایران یا در زمینه اتمی؟ خب این حالا اگرم تحریم هست، مقصر شاهایان هستن، هرچند که مشکلات اقتصادی ما همچنان که برشمردن پیش از تحریم ها رخ دادن. آقای دکتر، با توجه به افق مبهم توافق هسته‌ای و احتمال اندک حذف تحریم‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگه یک دقیقه البته به ما پاسخ بدیم من بسیار سپاسگزار میشم، وقت برنامه ما محدوده. خب من پاسخم به پرسشاتون بلند بود. اینکه آینده اقتصاد ایران رو به ویژه در سال آینده چگونه می‌بینم، پاسخم کوتاه خواهد بود. بعد ناامید کننده، ورشکسته. بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. با سپاس از فرصتی که به من دادید. راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی، یک، برون رفت از راندخاری در کشور است و بازگشتن به اقتصاد بازار بنیاد. دو، به طور موازی و بلکه پیش شرط، اما اهمیت مورد اول رو نداره، حل مشکل پرونده هسته‌ای با جامعه جهانی.
در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور در هفته گذشته. یکی از مهمترین رویدادها در ارتباط با منطقه و به ویژه سوریه این هفته رقم خورد. سرانجام پس از ماها گفتگو و شور و مشورت که عمدتاً با اختلاف نظر همراه بود، دو کشور آمریکا و ترکیه اعلام کردند که در زمینه آموزش مخالفان میانه روی سوری به توافق رسیدن و به زودی در این رابطه موافقتنامه‌ای رو امضا خواهند کرد. دو کشور تصمیم دارند در مرحله نخست این طرح تا پیش از پایان سال 2015 5000 نیروی مخالف بشار اسد رو آموزش بدن. امریکا برای این منظور 400 مربی نظامی خودش رو برای این دوره‌ها در نظر گرفت. البته منابع خبری ترکیه میگن که تعداد این مربی‌ها 1000 نفر هستش. میزبانی این آموزش‌ها و پایگاه‌هایی هم که برای این منظور در نظر گرفته شده در ترکیه، عربستان و قطر خواهد بود. البته این پروژه تنها به آموزش نیروهای سوری محدود نمیشه. هم امریکا و هم ترکیه کمک‌های تجهیزاتی دیگه‌ای هم در اختیار مخالفان سوری که عمدتاً از ارتش آزاد این کشور هستند قرار خواهند داد. اما در آستانه 100 سالگرد واقعه کشتار ارامنه، تنش لفظی در روابط دو کشور ترکیه و ارمنستان تا حدودی بالا گرفته. حالا پس از آنکه رئیس جمهور ارمنستان دعوت آقای اردوغان برای شرکت در مراسم 100 سالگرد این واقعه را رد کرده، این هفته هم ارمنستان اعلام کرد توافقنامه عادی سازی روابط دو کشور رو از دستور کار پارلمان خارج میکنه. توافقنامه‌ای که 6 سالی از امضای اون میگذره. اقدام ارمنستان البته واکنش و انتقاد مقامات ترکیه رو به همراه داشته. مقامات ترک میگن ارمنی ها در آستانه 100 سالگرد این رویداد به دنبال اتهام زنی هستن. اما ارمنستان میگه ترکیه شروطی رو در این ارتباط مطرح میکنه که خلاف توافقنامه صورت گرفته هستش. نگاهی هم بیاندازیم به تحولات داخلی ترکیه. مهمترین رویداد سالهای اخیر در ترکیه، یعنی مسئله صلح با کردها، در حساسترین مرحله خودش قرار داره. حالا جسته گریخته صحبت از این هستش که نوروز امسال پکاکا سلاح رو زمین بگذاره و آتش بس پایدار رو بپذیره. اما کردها میگن پیش از این اقدام دولت ترکیه باید 10 خواسته اوجالان در زمینه حقوق مردم کرد رو برآورده بکنه. به نظر میرسه دو طرف برای نهایی شدن فرایند صلح چشم به اقدام اولیه یکدیگر دوختن. هر کدام منتظر هستن گام نخست رو دیگری برداره. و اما خبر آخر به نقل از روزنامه حریت ترکیه. حریت نوشته اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته تعلیمات دینی اجباری در مدارس لغو بشه. در همین ارتباط هم این هفته شاهد تظاهرات تعدادی از معلمان و خانواده های دانش آموزان ترکیه بودیم. اتحادیه صنفی معلمان و انجمن دینی علویان از فراخواندهندگان این تظاهرات بودند. اونها نسبت به گسترش مدارس دینی در ترکیه ابراز نگرانی میکنند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.